بعد از اینکه اسماعیل بخشی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه در خوزستان ایران گفت که در مدت بازداشتش به شدت شکنجه شده، موضوع شکنجه در ایران بار دیگر به موضوع حادی تبدیل شده و این سوال را مطرح کرده که نظام اسلامی ایران که خود با برجسته کردن شکنجه و با شعار رأفت اسلامی مردم را علیه حکومتش را بسیج کرد، چرا خود به شکنجه زندانیان متهم است؟ ایرج مصداقی مهمان من در این برنامه که خود شکنجه شده زندان‌های جمهوری اسلامی است، در این باره تحقیقات زیادی کرده و مقالات و کتاب‌های متعددی نوشته است. از جمله کتاب 4 جلدی نزیستن نه مرگ که شرح تجربه شخصی و مشاهدات 10 ساله اوست از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. به نظر او زمینه اتهامات شکنجه به جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آقای ایرج مصداقی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب فانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز. شما بخش اول کتاب 4 جلدی نزیستن نه مرگ رو به زمینه ایدئولوژیک شکنجه در جمهوری اسلامی اختصاص دادید. البته مسئولان جمهوری اسلامی اسم شکنجه رو نمیبرن چون در قانون اساسی هم من شده، ولی اصولا توجیهاتی که برای اون چیزی که حالا به اسم تعزیز و هر چیز دیگه میگن، توجیهشون چیه؟ توجیه ایدئولوژیکشون؟ ببینید، در واقع در شرع اسلام هر جایی که اینها با مشکلی مواجه میشن با کلا شرعی موضوع رو حل میکنن. در ارتباط با مسئله شکنجه هم ما با همین هم مواجه هستیم. از اونجایی که شما وقتی دستگیر میشید مورد پرسش قرار میگیرید و وقتی که پاسخ لازم رو یا پاسخ مورد نظر بازجو و مسئولین قضایی رو نمیدید، اونها شما رو متهم به دروغگویی میکنن و به خاطر دروغگویی شما رو تعزیر میکنن 75 ضربه شلاق و بعد این میتونه تکرار بشه و تکرار بشه و گاه به خاطر اینکه از این تکرار جلوگیری کنن حکم ضرب حتی الموت، یعنی بزنید تا حد مرگ، و این چیزی بود که در دهه 60 به کرات اتفاق می افتاد و بازجوها به سادگی میتونستن این رو اجرا بکنن، این حکم رو. بنابراین در باز اینو توجه داشته باشین که در نظام اسلامی اصولا وقتی که خود آقای خمینی مطرح میکنن که یوم الله روزی است که حدی جاری بشه، شلاقی زده بشه، یوم الله روزی است که احکام الهی اجرا بشه یا سیلی بیاد، زلزله‌ای بیاد، این رو در واقع یوم الله میدونن و اینجاست که بنابراین در نگاه اونها جهنم شکنجهگاه الهی است و خداوند یک شکنجهگر بزرگ، و از اونجایی که اینها با مفسدین، با ملحدین، با مرتدین، با کافران مواجه هستند و اینا قراره در جهنم مورد شکنجه قرار بگیرن برای همیشه و جاویدان مورد شکنجه قرار بگیرن، پس بنابراین چرا بندگان صالح خدا در روی زمین که اینها هستند این مجازات ها رو در قبال شما اجرا نکنن؟ پس بنابراین شما از همین لحظه ای که دستگیر میشید با شکنجه های الهی آشنا میشید. این تفسیر و برداشت شماست و اینکه واقعا اینطوری فکر میکنن؟ نه دقیقاً. ببینید امروز اگر شما ملاحظه کنید که دادستان خراسان رضوی مطرح کردن، گفتن که اصولاً کسانی که در نظام اسلامی به زندان میرن، در نظام شاه اینگونه نبوده، کسانی که در نظام اسلامی به زندان میرن از عذاب اخرویشون کم میشه و کسانی که با شلاق مواجه میشن که خب شکنجه هم بخشی از همون هستش، اینها هم از عذاب اخرویشون کاسته میشه. این نگاه من نیست، این نگاهی است که اونها باهاش در طول 40 سال گذشته. واقعا شما فکر میکنید اونهایی که شکنجه یا این کارا رو میکنن، شکنجه میکنن، اینها واقعا از روی اعتقادات واقعی دینی این کارو میکنن؟ من فکر میکنم تو دهه 60 به این ترتیب بود، ولی امروز بعد از 4 دهه من تصورم اینه که اونها استحاله شدن. مسئله به اون شکلی در دهه 60 بود نیست. من یادم هست در دهه 60 بازجوها و شکنجهگرانی بودن که سبقت میگرفتن برای اینکه شکنجه کنن، سبقت میگرفتن برای اینکه در جوخه‌های اعدام شرکت کنن. من دیده بودم بازجویی که میخواست زودتر بره و نوبتش نبود برای جوخه اعدام و درخواست میکرد، التماس میکرد، گاه با وضو میرفتن، ولی امروز شما اینها رو نمیبینید. یعنی شما چون بخش زیادی از کتابی که اسم بردم تجربه شخصی خودتون در زندانهای جمهوری اسلامی، خب بخش مشاهداتتونه، آیا در خلال این به حال این شکنجه ها، اون چیزی که تعزیر بهش میگفتن، شما مواجه شدید با مواردی که نشون بده که
این بابا این کار رو از روی اعتقاد دینیش و برای ثواب داره میکنه؟ بله من دیدم. مثلا چی؟ ببینید بازجوی خود من شب توی شعبه بازجویی میخوابید، یه تختی داشت اون گوشه، یه تخت سربازی و اونجا میخوابید. من دیده بودم، شخصا دیده بودم که اونها وضو میگرفتن و شکنجه میکردن. اینو مشاهدات شخصی خود من هست. البته در همون موقع هم ببینید دادستانی اوین ملغمه ای بود، یه طرفش ارازل اوباشی بودن که اطرافیان لاجوردی بودن و یه بخشی بودن از اعضای مؤتلفه و بازار و اونهایی که نگاه سنتی داشتن به مذهب و یک سری دانشجویانی بودن که خب معتقد بودن از پشت میز دانشگاه اومده بودن و امروز تبدیل به شکنجهگر شده بودن. اتفاقا یکی از معجزات خود نظام اسلامی اینه که دانشجویی رو که قرار بود به کشورش خدمت بکنه اینها رو تبدیل به شکنجهگر کردن. شما آقای سعید امامی رو دیدید، ایشون در امریکا قرار بود مهندس بشه، مهندس هواپیما بشه، میاد ایران در خدمت نظام اسلامی قرار میگیره و تبدیل به یک قاتلی میشه که به سادگی چاقو در شکم قربانیان خودش میکنه و به این ترتیب میدونید حتی فرزانگان رو، روشنفکران رو به اون ترتیب فجیع به قتل میرسه. حالا در جریان دادگاه عاملان قتل پروانه و داریوش فروهر، اونطور که دخترشون نقل قول میکنه از جریان دادگاه، معلوم شد که مثلا شخصی که با چاقو میزنه به سینه پروانه فروهر رو میشکافه، مثلا شعار میده یا زهرا و این کارو میکنه. آیا در مورد شکنجه هم مواردی بوده که شما مثلا شاهد بوده باشید که اسم هر حال امامان یا کسی آورده بشه و بر اون اساس این کارو بکنه؟ بله در سال 60-61 اینها نوارهای سینه زنی میذاشتن و با سینه سه ضرب با ریتمیک شلاق رو میزدن، گاه دو نفر و یا سه نفر شلاق میزدن از چند طرف و بعد این به شکل ریتمیک سینه زنی که هست در تکایا یا هیئت‌ها اگر دیده باشید به همون ترتیب با همون ضرب آهنگ اینها شلاق میزدن. اینا در مورد خود شما هم اجرا شده؟ بله. حالا در جریان همون دادگاه یک مورد دیگه هم که معلوم شد این بود که به هر حال دستور یا دستور فقهی و ایدئولوژیک یا همون فتوا داده شده بود برای این کارها، برای شکنجه هم فتوا صادر میشه یا شده میشد در اون زمان؟ ببینید احکامی رو صادر میکردن، گاه این احکام از قبل صادر شده بود، یعنی فرم هایی بود که اینها داشتن و فقط پشو پر میکردن، گاه تلفن میزدن و از طریق تلفن میپرسیدن، گاه بازجو مورد اعتماد حکام شهر بود و اونها از قبل دست بازو به او داده بودن، گاه حاکم شهر میگفت بیار ببینمش، در موارد مختلف رو ما مشاهده میکردیم، گاه اصلا نیاز به این حرفا نبود و اینها تماما یک شکلی بود و یک بازی بود که اینها داشتن برای توجیه خودشون و این رو من به شخص خودم بارها و بارها مشاهده کردم، چون من در سالهای متفاوت بین 60-64 بارها به بازجویی رفتم، بارها در راهرو بازجویی بودم، چه خودم شکنجه شدم چه شاهد شکنجه دیگران بودم و این موارد زیاد بود. شما اگر ملاحظه کرده باشید خود آقای گیلانی مطرح میکنن، محمدی گیلانی میگفت اگر کسی زیر تعزیر بمیره کسی ضامن نیست، این عین فتوای امام است و بعد تاکید میکردن تعزیر آن است که پوست رو بشکافه، گوشت رو پاره کنه و استخوان رو بشکنه. این چیزی بود که ما بارها و بارها شاهدش بودیم. من خودم جنازه تو سطل آشغال دیدم، منو بردن اونجا در بهمن ماه سال 60 پشت بهداری زندان اوین، چون که یک محل زباله بود، تو سطل آشغال من جنازه ای رو دیدم که پاهاش بیرون بود، سرش تو بود و دوتا پا تا زانو باند پیچی شده بود، یعنی فرد زیر شکنجه کشته شده بود و بعد یه جنازه دیگه روی کوپه از آشغال و زباله اونجا افتاده بود و پاسداری که منو برده بود شاه محمدی که اتفاقا دندون طلایی هم داشت به من گفتش که اینجا زباله‌دان تاریخه و بعد تاکید کرد که برو تو بندتون به بچه‌هاتون بگو و تعریف کن که چه می‌گذره در اینجا. ولی از طرف دیگه ما مثلا در فیلمی که از جریان شکنجه همسر سعید امامی منتشر شد ما شاهدیم که توهین‌های خیلی زشتی نسبت به مثلا قرآن و چیزهای دیگه میشه، چیزای مقدس میشه و این یه خود در تضاد با اون چیزی که اینها بر اساس اعتقاد دینی این کار میکردن. خب ببینید این اتفاق در ارتباط با خانم امامی 17 سال بعد از سال 60
و این همون چیزی است که من خدمتتون عرض کردم. اینها در طی این سالها استحاله شدن. شما ملاحظه میکنید امروز رقابت هست در بین اینها برای زندگی تجملی، زندگی لوکس، و میبینید زندگی های لوکس اینها رو و زندگی هایی که بچه های اینا دارن. اینها مسابقه میدن برای اینکه بچه هاشون رو بفرستن به امریکا. شما دانشجوهای پیرو خط امام ملاحظه میکنید، کسایی که سفارت امریکا رو اشغال کردن امروز بچه هاشون همه در امریکا هستن و یا در کانادا اقامت میگیرن یا همه به دنبال این هستن. و حتی ملاحظه میکنید بچهای لاریجانی که رئیس مجلس هست شعارهای ضد امریکایی میدن ولی بچه‌هاشون در امریکان. بنابراین اون چیزی که از دهه 60 من دارم صحبت میکنم با اون چیزی که امروز در نظام اسلامی هست زمین تا آسمون متفاوته، و این فاصله 40 ساله که اینها در قدرت هستن عملا اینها رو هم تغییر داده، عملا اینها رو هم استحاله کرده و تبدیل به اون چیزی است که امروز ما شاهدش هستیم. یعنی در واقع اون چیزی که شما میگین، اون کسانی که این کارا رو میکنن در واقع دیگه هیچ مبنای دینی براش قائل نیستن، بلکه به یک آدمای حرفه‌ای این کار تبدیل شده. بله، شما اگر ببینید اون چیزی که در ارتباط با حتی اکبر خوشگوش که هم شما میبینید چجوری او رو مجبور میکنن، تمسخر میکنن به این که بیاد و بگه که جد آبادش یهودی بودن، جد آبادش بهایی بودن، و بعد اون رو تمسخرش میکنن. همینطور در ارتباط با آقای قبه میبینید، ایشون هم رئیس دفتر سعید امامی بوده، یکی از کسایی که در تروریسم بین‌المللی دست داشته، پرونده داشته، و دیگرانی که در قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شده بودن، متهمین خود وزارت اطلاعات بودن، و میبینیم که چجوری سناریو میکنن برای اینا که مجبورشون کنن بگه مثلا کسی که تا دیروز مسئول خود اینا بوده مثلا روابط غیر اخلاقی داشته. شما هم گزارش 80 صفحه‌ای اگر ملاحظه کنید حتی در ارتباط با آقای سعید امامی میگن انحرافات شدید اخلاقی داشته و انحرافات شدید جنسی داشته و اتهامات بسیار زشتی رو میزنن که من نمیتونم حالا اینجا مطرح بکنم، ولی کن توجه باید داشته باشیم. اینها همون چیزایی بود که خود سعید امامی به دیگران نسبت میداد و اونها رو به قربانیان خودش نسبت میداد و این بار به سر خودش میاد و همه هم میدونن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. شما ملاحظه میکنید کسانی که این کارو صورت میدن وقتی ازشون سوال میکنن چرا این کارو کردید، میگن آقا گفته بودن، آقا گفتن اینا اسرائیلی ان، آقا گفتن موساد پشت اینا بوده. خب ما ثابت میکردیم دیگه، ما داریم دستور آقا رو اجرا میکنیم و دستور آقا اجرا شده بود و به همین دلیل اونها به سرعت از بازداشت در میان. و بعد هم در 88 هم صحبت این بود که اونها در بازجویی‌ها شرکت داشتن، در پرونده سازی‌ها دوباره همون افراد شرکت داشتن. خب آقای مساقی، شکنجه زندانیان سیاسی در واقع بهانه مهمی در دست مخالفان حکومت شاه بود در اون زمان برای اینکه بتونن مردم رو بسیج کنن و کردن این کارو و این شعار رو میدادن که ما میخواییم با رأفت اسلامی و در حکومت اسلامی دیگه اینا برچیده میشه، زندان اوین تبدیل به موزه میشه و همه اینها. ولی خیلی زود اونطور که مثلا سالهای 60 ما میبینیم که تا که شما تحقیقات زیادی کردید تو این زمینه و نوشتید شکنجه حالا تحت نام تعذیر یا هر چیزی شروع میشه در جمهوری اسلامی ایران. چرا فکر میکنیم به این سرعت این کار صورت پذیرفت در حالی که هنوز به قول شما جو اعتقادات دینی خیلی سخت بود؟ مثلا بقا بود. در سال 60 نظام با بقا مشکل جنگ بقا داشت، خودشون هم مطرح میکردن و ما میدیدیم که اینها راه دیگه ای نداشتن. چون ببینید نظام اسلامی قادر به رقابت نیست، یعنی امکان رقابت ندارن. اینها از چاه قرون وسطا بیرون اومدن، به هیچ وجه نمیتونن با ملزومات جهان امروز اینها کنار بیان و نمیتونن یک رقابت سالم و ساده رو داشته باشن. به همین دلیله که مجبورن برای حفظ قدرتشون دست ببرن به شکنجه. شعار النصر به رعب در سال 60 شعار النصر رو به رعب میدادن و میدیدیم که این شعار مؤثر بود. اگر ملاحظه کنید خود شخص خمینی هم میگفت و مطرح میکرد که میگه اگر هر کسی که لو نده زنش برش حرامه، میگه جاسوسی رو باید بکنید. و بعد حتی مطرح میکرد میتونن اینا شور به خم کنن، میتونن اینها در ملای عام رعایت موازین اسلامی رو نکنن، یعنی سنگ بنا رو خود شخص خمینی گذاشته. و بعد هم تاکید میکرد میتونن دروغ بگن، میتونن بهتان بزنن و کارهایی بود که دقیقاً انجام دادن. و برای حفظ قدرت اینا هیچ حد و مرزی ندارن. خمینی اگر شما یادتون باشه مطرح کرد اصل حفظ نظامه،
بقیه امور دیگه فرعیاته. اینا برای حفظ نظام همه کار میتونن بکنن. آخر گفتین این درسته، این آقای خمینی به صراحت گفته بود که اصل حفظ نظامه و حتی خیلی از موارد اصول اسلامی هم میشه کنار گذاشت برای بقای نظام، ولی در موارد دیگه‌ای که بهتان میشه زد و میشه یا حرفایی که پیش از اون زدید، آیا اینها سند و مدرک براش هست که آقای خمینی حرفا رو صراحتا گفته باشه؟ بله بله، دقیقا هم صحبت ایشون هست، نوار صحبت ایشون هست و در کتب ایشون اومده، در صحیفه نور اومده که خود مؤسسه نشر آثار امام خمینی اینها رو منتشر میکنن، در پورتال امام خمینی میتونید این رو ملاحظه بکنید. همه این مواردی رو که عرض کردم مستند هست. من اتفاقا در کتاب دوزخ روی زمین تماما اینها رو جز به جز با منبع و سخنان خود شخص خمینی اینها رو آوردم و روش تاکید کردم. حالا آیا مقامات جمهوری اسلامی تا به حال هیچ وقت سعی کردن توجیه بدن یا جواب بدن، پاسخ بدن به اون وعده های اولیه‌شون مبنی بر اینکه ما قراره که با رأفت اسلامی حکومت بکنیم و این شکنجه و اینا نخواهد بود؟ خب ببینید، شما باید ببینید رأفت چیه. شما رأفت رو از نگاه خودتون اگر بخواید تعریف بکنید خب متفاوت میشه با اون چیزی که در نظام اسلامی اتفاق میفته. ببینید، خمینی به صراحت میگه اگر ریگان امروز کشته بشه، در سال 60 میگن اگه امروز ریگان کشته بشه یعنی رحمت خدا شامل حالش شده. ببینید، اینا رحمت رو به این ترتیب میگن، میگن چون گناه کمتر میکنه، بنابراین چون زودتر کشته شده این بدهکار هم هست. و در ارتباط با شکنجه هم همینطور بود. وقتی اینا شما شکنجه میکنن، در واقع شما عذاب اخروی رو الان دارید میچشید، از عذاب اخرویتون کم میشه و احتمال هم داره شما توبه کنید. این صحبت هایی که بعد از برقراری جمهوری اسلامی اینجا و اونجا شده بله. این حرفا رو میکنن، قبلش این حرفا رو نمیزدن. یعنی من منظورم اینه که اون وعده هایی بود که قبل از تشکیل جمهوری اسلامی میدادن و رأفت اسلامی تقریبا برای همه روشن بود که معنیش چیه. این برداشتیه که بعدش به هر حال توجیهات بعدیه. خب به خاطر اینکه اون موقع قدرت رو در دست نداشتن. اون موقع اگر شما ملاحظه میکردید همیشه از عدل علی میگفتن و اینکه علی شبانه میرفته و نمیدونم در خونه بیوه زنان و به اونها ناشناس کمک میکرده، یا از طرف دیگه مطرح میکردن که علی ابن ابی طالب وقتی که کشته شد ضربت خورد، مطرح کرد که خب شما میتونید یه ضربت، اگر من مردم یه ضربه بزنید، ولی کن چنانچه من نمردم خودم تعیین تکلیف میکنم. در حالی که همون موقع مطرح نمی کردن که اون چی که بر سر ابن ملجم مرادی بعد از مرگ علی اتفاق افتاد چه بود. در تمام تواریخ شیعه، در تمام تواریخ شیعه شما میتونید این رو ملاحظه کنید، به فجیع ترین شکل ممکنه ابن ملجم مرادی کشته میشه. اتفاقا قاتل علی ابن ابی طالب میشه و اتفاقا در همون جا هم همسر زینب، دختر علی ابن ابی طالب و برادرزاده علی ابن ابی طالب، کسی است که مأمور میشه از طرف حسن ابن علی که پسر بزرگ بودن و وصی علی ابن ابی طالب بودن، ایشون مأمور عذاب میشه و مأمور کشتن ابن ملجم مرادی میشه. اول چشماشو در میارن، بعد دست و پاشو قطع میکنن و بعد تمام اعضای خانواده علی ابن ابی طالب در اونجا حضور دارن و بعد او رو در بوریا میپیچن و بعد او رو آتش میزنن. این سرنوشتی است که برای ابن ملجم مرادی اتفاق افتاده. ولی این بخش از تاریخ شیعه رو که در تمامی تواریخ شیعه و اتفاقا سنیان، چون بالاخره خلیفه چهارم مسلمین بوده، اومده و باز تاکید میکنم شیعیان روش تاکید دارن، ولی این رو کمتر راجبش صحبت شده بود. و حالا خب وقتی قدرت رو میگیرن دیگه اصلا موضوع فرق میکنه. در گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران، هم به موارد شکنجه اشاره شده بود. توجیه ایران به محافل بین‌المللی معمولا چیه سر مسئله در جواب به این اتهامات شکنجه؟ ببینید، من سالها در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، سو کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و مجمع عمومی ملل متحد شرکت کردم در همین بحث‌های مربوط به نقض حقوق بشر. ببینید، اساساً نظام اسلامی منکره و اساساً میگه اینها تبلیغات دشمنانه و بدیهیات رو نفی میکنن و فرقی هم نمیکنه که مسئولین وزارت خارجه یا مسئولین قوه قضاییه کدوم بخش از نظام هستند. شما ملاحظه میکنید امروز آقای ظریف هم همون حرفایی رو میزنه که متکی میزد، همون حرفایی رو میزنه که خرازی میزد، همون حرفایی رو میزنه که ولایتی میزد. در دوران آقای موسوی کمترین همکاری با گزارشگر ملل متحد میشه و به همین دلیل گزارشگر ملل متحد استعفا میده. بعد میبینید آقای رینالدو گالیندوپول که وقتی میان ایشون هم باهاشون همکاری نمیشه
و بعد که حالا بعد از کشتار حسن فیروز ایشون میتونن بیان ایران. آقای کاپیتون هم با مشکل مواجه میشن و بعد از ایشون هم میبینید احمد شهید همین مشکل رو داره. اینا که راهشون نمیدن اصلا. بله اصلا راه نمیدن و میبینیم که پس در واقع نظام اسلامی یا تکذیب میکنه یا انکار میکنه و اساسا مسئولیت اون چیزی که اتفاق میفته رو به عهده نمیگیره. شما حتی میتونید در سالهای گذشته نگاه کنید. آقای میرحسین موسوی وقتی که در سال 1960 در ملل متحد شرکت کردن در مجمع عمومی، اونجا حتی اعدام کودکان رو نفی کردن، حتی اعدامهای گسترده رو نفی کردن، چیزی که در روزنامه ها می اومد در اعدامهای 60 70 80 100 نفر در روز. شما میتونید هم روزنامه ببینید، رادیو ببینید، بشنوید، تلویزیون ببینید، رسانه ها ببینید و حتی دادستانی انقلاب تصاویر رو منتشر میکرد، میگفت اینها هویتشون شناخته شده نیست، خانواده هاشون بیان اینا رو شناسایی کنن جنازه ها رو. بنابراین حتی اینا رو هم تکذیب میکردن. انکار اولین اصل است که اینها. حالا شما در تازه ترین کتابتون آقای مصداقی که به تو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کردید، شکنجه به نام الله، در اون شرح یک نوع شکنجه میدید که این در مورد زنان در سال 60 اجرا میشده. چه نوع شکنجه؟ ببینید در زندان قزل حصار ما با قبر، قیامت و واحد مسکونی روبرو بودیم. قبر و قیامت در واقع به صراحت تاکید میکردن که این میخواییم شب اول قبر و فشار شب اول قبر رو شما احساس کنید. قبر و قیامت برای ابتدا برای زنان راه اندازی شد و بعد ترکش هاش به مردها گرفت. چرا؟ چون در نگاه اینها در واقع جهنم الهی هم ساکنینش اکثر زنان هستند و بدترین شکنجه ها رو اونجا بر روی زنان اعمال میکردن. شما در یک قبری بودید، در یک جعبه بودید، با چشمند میشستید برای هفته ها، ماه ها، نه ماه تمام زیر چشمند و حتی نمیتونستید سرتون رو پاتون بذارید، حتی نمیتونستید صدایی ازتون در بیاد، نمیتونستید سرفه کنید، نمیتونستید آب بینیتون رو بالا بکشید، حتی نون خشک رو میدادن شما نمیتونستید صدا بکنید. اینا در مورد زنها به کار بود. البته جز چرا فقط زن؟ نه، عرض کردم به خاطر اینکه نگاه اینها بود و به خاطر اون نگاه زن ستیزانه‌ای که داشتن. قبر و واحد قبر و قیامت برای زنان راه اندازی شد و بعد ترکشش به مردها گرفت و منم خودم مدت کوتاهی در اونجا در همین شکنجهگاه بودم و همین رو تجربه کردم و در کتابم روش تاکید کردم و مشاهدات شخصی خودم رو تو خاطراتم آوردم. و بعد واحد مسکونی به غایت وحشیانه تر بود و به غایت میتونم بگم خدمتتون که شرایط سختری رو داشت. فکر کنید 14 ماه این زنان با بازجوهاشون زندگی میکردن، یعنی تو اتاق شکنجه بودن، یعنی تو شرایط شکنجه بودن. شما اگر فقط یک روز در شکنجهگاه باشید میفهمین که 14 ماه یعنی چی. ببینید چون فشار تصاعدی بالا میره و اینها شرایط بسیار سختی رو متحمل شدن. نمایندگان آیت الله منتظری با اینها برخورد کردن نزدیک. نمایندگان آیت الله منتظری فیلم برداری کردن از قبر و قیامت. فیلم اینها موجوده. آقای مجید انصاری به چشم خودشون اینها رو دیدن و فیلم برداری کردن. و امروز اینها رو این واقعیات رو نفی میکنن و امروز ببینید حتی اگر شما ملاحظه کنید سخنان آقای لاجوردی در مراسم تودیعشون منتشر شده تاکید میکنه حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل حصار رو میخواستن محاکمش کنن، یعنی صحبت محاکمه حاج داوود رحمانی بود و میگفتن اینها شرایط حجاج ابن یوسف رو فراهم کردن. میدونید یکی از شقی‌ترین شخصیت‌ها در تاریخ اسلام که اتفاقا بوده حجاج ابن یوسفه و این شرایط رو خودشون نه مخالفین خود نظام اسلامی ازش به عنوان حجاج ابن یوسف یاد میکرده. میخوام بگم یه همچین شرایطی در زندان‌ها حاکم بوده و جهان ندونست. ولی در مجموع آقای مصداقی حالا وقتی که از نظر تاریخی نگاه بکنیم از اوایل دهه 60 به این طرف، درسته حالا هنوز هم سازمان های حقوق بشری از جمله جاوید رحمان شکایت میکنن از شکنجه زندانیان در ایران، ولی تفاوت چی هست؟ یعنی از بدتر شده یا بهتر شده یا لااقل کمتر شده؟ ببینید یه مسئله مهمی که هست، ماهیت نظام اسلامی که تغییر نکرده، اما فضای مجازی، اما اطلاع رسانی، اما این شبکه هایی که وجود داره، چه
در سطح بین‌المللی چه در سطح ملی که وجود داره و مردم آگاه میشن. شما ببینید کسی که دستگیر میشه بلافاصله خبرش در دنیا منتشر میشه، کسی که در واقع مورد شکنجه قرار میگیره میبینی چه طوفانی رو به پا میکنه. مثلا آقای بخشی بخشی از واقعیتی است که امروز فضای مجازی تحمیل کرده به نظام اسلامی. در دهه 60 این اتفاق نمیافتاد. شما وقتی دستگیر میشدید تا ماها حتی خانوادهتون خبر نداشت. شکنجه هم عوض شد، یعنی به اون شدتی که مثلا در سال 60 بود ظاهرا نیست. ببینید اگر نیاز باشه که حتما اجرا میشه، کما اینکه در سر خانم فهیمه نوری دورگورانی همسر آقای سعید امامی دیدید ایشون کارشون به بیمارستان کشیده بود و دچار با خطر شدیدی زندگی حیاتشون روبرو بود. اکبر خوشگوش همین طور بود. اینا تازه از خودشون بودن. بنابراین اگر نیاز باشه قطعا همون شرایط دهه 60 هست. چون وقتی اون تموم شده آقای انبساری فقط یک سوال خیلی کوتاه به من جواب بدید. حالا مجموعه درست این اتفاقات در جمهوری اسلامی طی این سالها 40 سال گذشته افتاده، ولی در این حال مقابله بهش هم زیاد بوده. کارهای زیادی شده، از جمله خود شما کتابهای متعددی نوشتید، سازمان‌های حقوق بشر این کارو کردن فلان اینا. آیا اینها تأثیری داشته طی این مدت؟ حتما که تاثیر داشته، حتما که نظام اسلامی رو به عقب میبره. کما اینکه میبینید الان وقتی که میان یا لااقل نمایش میدن که مخالف هستن یا نغمه هایی در درون خود اینها هم به پا میشه، این نشون میده اینا دست بسته هستن، نمیتونن مثل قبل عمل بکنن چون یک دست نیستن. ما در سال 88 این رو ملاحظه کردیم و خونهای زیادی اون موقع ذخیره شد به خاطر مخالفت جناح. خیلی متشکرم آقای ایرج مستاقی از شرکتتون در برنامه. ممنون از شما.